به نمادهایی که برای بیان صداها استفاده می شود نت در زبان ترکی نات می گویند. نام دستگاهی که نت ها بر روی آن نوشته می شود، متشکل از پنج خط موازی با فاصله مساوی از یکدیگر در ترکی کار کن یا دیسک است. نمادهایی که به ما امکان می دهد موقعیت و نام یادداشت هایی نوشته شده روی چوب را تعیین کنیم، کلید نامیده می شوند. بسته به موقعیت شروع، سول یا فا و غیره، که با این نمادها نشان داده می شود، نت ها بر اساس سیستم فاصله خط به سمت تیز یا صاف حرکت می کنند. به نمادهایی که نشان دهنده سکوت در موسیقی هستند، استراحت می گویند. فواصل زمانی ایجاد شده توسط نتهایی که بر اساس یک روی کرد گروه بندی ریتمیک معین به هم می رسند، اندازه ها یا میله ها نامیده می شوند. اعدادی که مقدار کل نت را در یک اندازه گیری بیان می کنند، امضاهای زمان هستند. به عنوان مثال دو ممیز چهاردهم، سه ممیز چهار، چهار ممیز چهاردهم. عدد بالایی نشان دهنده چند ارزش نت در یک پیمان است و عدد پایین نشان دهنده چند ارزش نت هایی است که پیمانه می تواند داشته باشد. مانند چهار قلاب یا ربع نت چهار ممیز چهاردهم یا دو قلاب دو چهار در مجموع. اندازه گیری نمیتواند بیشتر یا کمتر از مقادیر نشان داده شده توسط امضای زمان داشته باشد. کل ارزش یادداشت و امضای زمانی در اندازه گیری باید سازگار باشد. خطی که اندازه ها را از یکدیگر جدا می کند خط میله نامیده می شود.